امیر حسین. سلام، امان هستم، 25 سال سن دارم، من از سنگی با امیر تتلو آشنا شدم. سلام، من پاییزم و یکی از طرفدارای امیر تتلو. سلام، من امادم و 19 سالم و حدود 10 ساله که هوادار امیر تتلو. اسم من آیداست و من حدود 14 ساله از هواداران امیر تتلو هستم. مهدی فایر هستم. من مهران امیری هستم، یک تتلیتی. درود بر شما، من میلاد هستم. من آرمینم، 14 سالم از شیراز. آهو هستم، 34 سالم و در سن 26 سالگی با روح موسیقی و شعر امیر تتلو آشنا شدم. تقریبا از بچگی با آهنگا و شعرهای امیر تتلو آشنا شدم و زندگی کردم تا الان که 18 سالم. بنده 17 ساله از تهران هستم. حدود 5 سال پیش با ترک فوق‌العاده مسخره‌بازی شماره یک ایران امیر تتلو تتلیتی شدم و با خیلی از موزیکاشون از جمله بهشت، هر وقت که بودی، با تو، نوازش و خیلی دیگه از موزیکاشون خاطره دارم. 8 سالگی با موزیکا و شعرها و صحبت‌های امیر تتلو بزرگ شدم تا به الان که 22 سالمه. از زمانی که یادمه امیر تتلو داشته پلی می‌شده کنارم و واقعا خیلی ساله که تو زندگیمه و عدد و رقمه دیگه زیاد واسم مهم نیست، همین که میدونم جاش اینجاست و حرفاش اینجا واسم کافیه. نحوه آشنایی من با سلطان امیر تتلو خب از موزیک برو از پیش من بودش که من با ایشون آشنا شدم، اولین موزیک ویدیو. ولی خب اینکه چطوری طرفدار ایشون شدم و به ایشون یعنی ایمانو بردم، چون من خب از بچگی یک سری سوالات، یک سری اتفاقات واسم افتاده بود و خب یک سری سوالات تو ذهن من بود که ما واسه چی اصلا به دنیا آمدیم، واسه چی خلق شدیم، هدفمون چیه. به مرور زمان که موزیک میدادم بیرون ایشون، من خب جواب تک تک سوالامو میگرفتم و باعث شد هر آلبوم و هر آهنگی که ایشون بیرون میدادن من بهشون کاملا ایمان بیارم و طرفدار واقعی ایشون بشم. امیر تتلو در واقع من از نوجوانی طرفدارش بودم و کلی با موزیکاش خاطرهای باحال دارم، کلی دوستش دارم. من از بچگی، از وقتی که یادم میاد 3 سالگی تقریبا، خانواده‌ام آهنگ تتلو گوش میدادن، آهنگ خونه خوبه یادمه خیلی گوش میدادن و خب تو سر من پلی میشد، من عادت کردم با تتلو، خیلی حال میکردم از بچگی و از همون بچگی طرفدارش بودم تا الان که دیگه خودم جزوی از تتلیتی ها میدونم. واقعا من از امیر تتلو یاد گرفتم که برای سیر شدن خود نباید حیوانات رو بکشیم. یاد گرفتم برای اینکه انسان بزرگی میخواد تبدیل بشی نیاز به پول یا پشتوانه نداری، خودت تنها میتونی با تلاش و کوشش به اون چیزی که میخوای برسی. امیر تتلو تو زندگی ورزشی من خیلی تاثیر مثبت داشت، باعث شد که من اون هدفی که و رویایی که از بچگی داشتم الان ادامه بدم و الان خدا رو شکر نزدیکم که بهش برسم. امیر تتلو به من صبر کردن رو یاد داد، انتظار کشیدن رو یاد داد، از نظر ورزشی به من یاد داد چجور تمرین کنم، چجور رژیم غذایی بگیرم که الان تو سن 25 سالگی بدونه حتی یه رزومه ورزشی دو تا از تیمای لیگ آزادیکان بخوام با من قرارداد ببندن. من واقعا از امیر تتلو تشکر میکنم به خاطر زحماتی که این چند سال برای ما کشید. امیر تتلو به ما یاد داد که نماز بخونیم، به ما یاد داد که چشم بیزی نکنیم، سرمون تو کار خودمون باشه، فقط به هدفمون فکر کنیم. واقعا امیر تتلو تو زندگی من خیلی تاثیر مثبتی داشت و ازش تشکر میکنم. من از امیر تتلو درسای زیادی توی زندگیم گرفتم که میتونیم اشاره کنیم به گیاهخواری، ورزش، حجاب و نماز، یا دادن عشق بی قید و شرط به همدیگه، کمک کردن به هم نوعامون بدون انتظار برگشتی. یاد گرفتم که مفید باشم برای جامعه و یاد گرفتم تلاش کنم در راستای بهتر شدن همه چی و ساختن یه محیط خیلی خوب برای پیشرفت و زندگی بهتر در کنار هم. من از امیر صبوری و نترسیدن رو یاد گرفتم، یاد گرفتم به حرف مردم زندگی نکنم و اون چیزی که میخوام باشم. من از امیر تتلو گذشت رو یاد گرفتم، یاد گرفتم که ببخشم و بگذرم. گاه یک بخشش سرآغاز یک عشق است و یک عشق سرآغاز بهشت.
امیدوارم همینطور که امیر تتلو به من و تمامی هوادارانش یاد داده گذشتم و بخشش رو، خودش هم مورد بخشش قرار بگیره. من به عنوان یه هوادار از امیر تتلو واقعی بودن، منتظر موندن و عمیق نگاه کردن رو یاد گرفتم و واقعا از زمانی که امیر تتلو رو فهمیدم نگرشم به دنیا به کل عوض شده و الان دیگه موقع درد که لبخند میزنیم و فقط فکر هدفیم و بس. از امیر تتلو مرد بودن رو آموختم، از امیر تتلو پدر بودن رو آموختم، از امیر تتلو عشق بدون قید و شرط رو آموختم. درسته که بخوایم در مورد صفتهای بیشماری که درون این روح بزرگوار هستش صحبت بکنیم بیشتر از 2 دقیقه طول میکشه، ولی در کلام فعلا این میگنجه: انسانیت رو از امیر تتلو آموختم. من از امیر تتلو عاشق شدن رو یاد گرفتم، صبر رو یاد گرفتم، انتظار رو یاد گرفتم، پاک بودن رو یاد گرفتم و اگه بخوام تمامی چیزهایی که از امیر تتلو یاد گرفتم رو اینجا عنوان کنم، باید برگردم و به تمامی نقاط زندگیم نگاه بندازم، چون توی تک تک نقاط زندگیم تاثیر امیر تتلو بوده و هست. نکات مثبتی که من طی این چندین سالی که از ایشون یاد گرفتم، مهمترین و اولین نکاتی که یاد گرفتم انسانیت بوده، احترام به عقاید همدیگه بوده، اینکه به عقاید همدیگه احترام بذاریم و همدیگه رو همینجوری که هستیم بخوایم، هدف داشتن بوده و اینکه اگه هدف یا کاری رو انتخاب میکنیم اون هدف و کار رو درست پیش ببریم و درست انجامش بدیم و حتی ما میتونیم با تمرین زیاد غیر از اون هدف چند تا هدف دیگر رو هم همراه با اون هدف هندل کنیم و پیش ببریم. حتی خیلی از حرفایی که بزرگان در طول تاریخ میزدن، مثل اماما، شعرا، پیامبرا، ایشون خیلی به صورت دقیقتر و واضحتر و کاملتر اومدن برای ما توضیح دادن که آقا این اینجوریه. مثلا نمونهش همون گیاهخواری که خود خب حضرت علی گفته که آقا شکم خود را قبرستان حیوانات نکنید. خب ایشون هم دقیقاً سلطان چندین سال داره میگه آقا حیوانات را نکشید. حیوانات غیر از اون که شما کارما داره که میکشیدش، واسه خودتونم ضرر داره. راجع به امیر تتلو بخوام حس قلبیمو خیلی مختصر بهتون بگم. به نظر من این انسان فوق‌العاده خیر برسون و گل برکت هستش. قلب خیلی مهربونی داره. خیلی محترم برای من، چون من از امیر تتلو واقعا به غیر از احترام چیز ندیدم. یک انسان فوق‌العاده بدون سانسور و واقعی. به نظر من خیلی امیر تتلو خوش قلبه، حتی از موزیکاش هم میشه اینو فهمید. خیلی از موزیکاش واقعا عاشقانه است و اینا فقط میتونه از یک انسان عاشق باشه. سپاسگزاریم امیر تتلو که بدون هماهنگی ما رو از نو زاده کردیم. من از این عشق زاده شدم که امروز آزاده شدم. نحوه آشنایی من با امیر تتلو طوری بود که وقتی فهمیدم به تتلو احتیاج داره بهش مسیج دادم و بعد چند وقت چت کردم، یه دفعه با هم ویدیو کار کرد و خیلی برام جالب و جذاب بود که انقدر خاکی، انقدر لوتی منش با هم برخورد کرد طوری که انگار چندین ساله میشناسمش. و به نظر من توی رشته هنری ما هممون به امیر تتلو مدیون هستیم، مخصوصا تو ایران، چون که تابو شکنیه که این آدم کرد به رشد کار ما، به رشد هنر ما توی ایران خیلی کمک کرد. یاد دادن به ما که همیشه انرژی مثبت داشته باشیم، بدی و خوبی در کنار هم همیشه معنی دارن. شما از این بدی ها بزرگتر و بالغتر پخته تر میشی، نباید هیچ‌وقت ناامید بشی. حتی همون حجاب فقط خب حجاب این دور و سر و اینا نیستش. حجاب مچ به بد ما داریم، حجاب دهن داریم، حجاب گوش داریم، حجاب چشم ما داریم، خیلی چیزهای دیگه. اینکه حق هم دیگر رو نخوریم، خودمون باشیم، روی هر کارمون یک فیلتر نذاریم، خودمون باشیم، اگه خودمون چشه، اینو خیلی به ما یاد دادن. دروغ نگیم، غیبت نکنیم. اینکه تا یکی به یک جای از نون بازوی خودش میرسه
حسادت نکنیم، به جای حسادت و تخریب طرف رو تشویقش کنیم و بگیم بابا دمت گرم که به اونجا رسیدی. با انگشت از بچگی خاطره دارم، از حتی از وقتی که واقعا حافظم تازه شروع کرده بود به کار کردن تا همین الان، هر روز زندگیمو با انگشت خاطره دارم. من مثل داداشم دوستش دارم، مثل داداشم بزرگترم. از حرفاش همیشه انگیزه گرفتم که ورزش کنم، انسان باشم، احترام بذارم. و خب مهربونی به من یاد داد. از سقل هم دوستش دارم. و خب خیلی جاها که میخواستم کم بیارم با حرفای امیر انگیزه گرفتم. یاد گرفتم که هدف داشته باشم و واسه هدفم سخت تلاش کنم. چون امیر تتالی به من یاد داد چیزای درست راحت به دست نمیارم، باید واسه شون تلاش کرد. من از امیر تتالی یاد گرفتم که باید به حیوانا احترام گذاشت و گیاهخوار بود. من از امیر تتالی یاد گرفتم برای سلامتی بدنم و روحم نماز بخونم و ورزش کنم. من از امیر تتالی یاد گرفتم که سریع فوش با کسی درگیر نشم. ازش درس گرفتم که تو زندگیم موفق باشم و هر روز پیشرفت کنم و امروزم با فردام فرق کنم. من برای امیر تتالی آرزوی آرامش، عشق و سلامتی دارم. امیدوارم هر چی سعی در بروم طبیعت سلطان آزاد بشه و به اون حق و جایگاهی که چند سال داره زحمت میکشه برسه. از صمیم قلب آرزو میکنم که امیر تتلو به زودی آزاد بشه و خوشحال توی کشور خودش زندگی کنه و در کنار طرفداراش کنسرت بذاره و با هم برای زندگی بهتر و ایرانی زیباتر تلاش کنه. آرزوی سلامتی برای امیر و خانوادش دارم و به عنوان یه هوادار هر کاری از دستم برمیاد برای آزادیش انجام میدم. آرزوی قلبی من برای امیر تتلو اینه که اول از همه هرچه سریعتر آزاد شه و اینکه در آرامش باشه، به دور از آدم‌های نادرست، و اینکه ما هم از این جهنمی که نبود امیر برامو لمس کرده در بیایم هرچه سریعتر. دلم میخواد چراغ کینه خاموش شه و لامپ بخشش روشن. آرزوی قلبی واسه امیر تتلو اینه که به زودی آزاد شه و به چیزایی که میخواد برسه. امیدوارم به زودی شاهد آزادیت باشیم و شاهد آبادانی وطنه. سپاس. امیدوارم که ایشون هرچی سریع‌تر آزاد بشن و چون ایشون هم بهترین اسطوره هم بهترین خواننده هستن از نظر من. امیدوارم که همه چی به خوبی و خوشی تموم بشه و برای همون بهترین بشه. ممنون از این که صحبت های منو گوش دادین. 1128 امیر تتلو واقعا برای بهترین ها رو میخوام. مطمئنم که بهترین ها برای اتفاق میفته. همون کنسرت بزرگی که همیشه راجع بهش صحبت میکردی و مطمئنم شاهد میشیم تو همین ایران. و اینکه امیدوارم به زودی آزادیت جشن بگیریم و کلی دور هم عشق کنیم تو همین کشورمون ایران. خیلی دوست دارم. از سر قلبم امیدوارم که امیر آزاد شه و بتونه توی کشور خودش به هنرش ادامه بده و باعث پیشرفت کشورش شه. امید آزادی امیر تتلو. مرسی امیر تتلو. یکی دیگه باشید. از صمیم قلبم برات بهترین ها رو طلب میکنم و مطمئنم که صبحمون نزدیکه و حسش میکنم اون روزی رو که ایستاده تشویقت میکنیم و جشن میگیریم رسیدنمون رو. شکر وجود پاکت و طبیعت پشت و پناهت باشه. مرسی که هستی من.